دیپلماتیک، گردهمایی بی سابقه و گردهمایی خیره کننده با حضور شخصیت‌های وزین سیاسی اروپا و آمریکا. این برخی تفاسیر رسانه‌های بین‌المللی از بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج کشور است. برخی از این انعکاسات که تا این لحظه به دستمان رسیده از این قرار است: مهمترین خبرگزاری‌های بین‌المللی شامل خبرگزاری‌های فرانسه، رویتر، آسوشیتد پرس و کانادا، تلویزیون‌های رویتر، یورونیوز، سی بی اس، بی اف ام فرانسه، کانال‌های 1، 3 و ام 6 فرانسه، تلویزیون صدای آمریکا، تلویزیون‌های الجزیره انگلیسی، العربیه، الحره، الشرقیه و رافدین، همچنین روزنامه‌های نیویورک تایمز، اشپیگل، اکسپرس، لسکو و رادیوهای فرانسه و دویچه وله. تلویزیون کانال سه فرانسه گزارش داد گرد همایی سالیانه مقاومت ایران در آخر هفته در شهر تاورنی برگزار شد. این ایرانیان اثبات کردند که سرکوب ملاها خدشه‌ای به اراده مقاومت ایران وارد نکرده است. پرزیدنت آنها مریم رجوی دستگلی اهدا می کند برای گرامی داشت 10,000 تن از مجاهدین که 30 سال پیش توسط رژیم خمینی به قتل رسیدند. بعد از آن تبعید شروع شد و مبارزه ادامه داشته و دارد. صالح رجوی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه می گوید باید مقاومت ایران توسط کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده و مورد مساعدت قرار گیرد، به خصوص که امروز تمامی حرفهایی که مقاومت ایران از قبل می گفته از طریق قیام مردم ایران به اثبات رسیده است. تلویزیون کانال سه فرانسه گفت این مبارزه است طولانی علیه رژیم ایران و همچنین علیه قدرت‌های اروپایی. مجاهدین خلق سال پیش از لیست سازمان‌های تروریستی اروپا خارج شدند. در حال حاضر 3500 نماینده مجالس اروپا و آمریکا و همچنین تعداد زیادی از شخصیت‌ها و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر از آنان حمایت می‌کنند. خوزه ماریا آزنار، نخست وزیر پیشین اسپانیا گفت من از آزادی دفاع می کنم، من از دموکراسی دفاع می کنم و به همان میزان که خواهان آزادی برای اسپانیا و دموکراسی برای اسپانیا هستم، خواهان دموکراسی برای مردم ایران هستم. مریم رجوی بار دیگر خواهان قاطعیت بیشتر علیه رژیم ایران شد. وی همچنین خواهان حمایت بیشتر از سازمانش شد که خواهان یک تغییر دموکراتیک توسط خود ایرانیان است. مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران گفت من مطمئنم که امروز خامنه‌ای بسیار نگران است و وحشت کرده است، احمدی نژاد هم همینطور و مردم ایران و قیام آفرینان هم از این گردهمایی بسیار خوشحال هستند. بعد از 30 سال فراز و نشیب، 30 سال مبارزه، مجاهدین خلق کماکان رویای بازگشت به کشورشان را در سر می پرورانند. Il a peur, Ahmad Nejad aussi, et le peuple iranien et le soulèvement en Iran sont très contents par ce rassemblement. تلویزیون انچش فرانسه گزارش داد مخالفان رژیم ایران در نزدیکی پاریس دست به تظاهرات زدند. آنها موفقیت بزرگی کسب کردند. 10,000 نفر در استان والدواز گرد هم آمدند. همانطور که میبینید اغلب آنها به رنگ بنفش ملبس شده بودند که رنگ جنبش مجاهدین خلق است. آنها برای سرنگونی احمدی نژاد فراخوان میدهند و خواهان برقراری یک دموکراسی در ایران هستند. تلویزیون دویچه وله آلمان گزارش کرد 10,000 نفر در حومه پاریس علیه رژیم مذهبی ایران تظاهرات کردند. گروه تبعیدی ایرانی مجاهدین خلق ایران این گردهمایی را سازمان داده بود و خواستار آن شد که کشورهای غربی از تلاش‌های آنها برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی ایران و استقرار دموکراسی در این کشور حمایت کنند. سخنران این گردهمایی تاکید کرد که مردم ایران تا زمانی که دیکتاتوری در ایران سرنگون نشود از پا نخواهند نشست. چندین چهره سرشناس غربی از جمله جان بولتون سفیر سابق آمریکا در ملل متحد و خوز ماریا آزنار نخست وزیر سابق اسپانیا در این گردهمایی سخنرانی کردند. تلویزیون یورونیوز گزارش داد ایرانیان از سراسر اروپا در یک گردهمایی در حومه پاریس
که توسط گروه تبعیدی ایرانی سازماندهی شده بود شرکت کردند. شورای ملی مقاومت ایران گفت این بزرگترین تجمع ایرانیان در خارج از کشور تاکنون بوده است. رهبران این گرد همایی خواستار تشکیل یک جامعه جدید در ایران شدند. شاهین قبادی از شورای ملی مقاومت ایران گفت به اعتقاد ما تحریم ها خوب هستند ولی کافی نیستند. سیاست در مورد ایران باید تغییر رژیم توسط مردم و مقاومت ایران باشد. این پیامی است که ما می‌خواهیم به جامعه جهانی بدهیم. یورونیوز افزود شخصیت‌های معتبر و سرشناس از جمله خوزه ماریا ازنار، نخست وزیر سابق اسپانیا که گفت تحریم‌ها علیه تهران کافی نیست، در این گردهمایی سخنرانی کردند. ازنار گفت جامعه بین المللی یک موقعیت بسیار مهم را یک سال پیش از دست داد، ولی من اکنون حمایت قوی خود را از رزمندگان آزادی در خیابانهای ایران اعلام می کنم. ترتیب دهندگان این گرد همایی همچنین در برابر یادبود کسانی که در خشونت‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال گذشته کشته شدند، ادای احترام کردند. گروه چتر دربرگیرنده اپوزیسیون ایران شامل سازمان مجاهدین خلق ایران است که اخیراً از لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا خارج شد. Campaigners also paid their respects to those who died in post-election violence in Iran last year. The France-based umbrella group includes the People's Mujahideen Organization of Iran, which was on the EU's list of banned terrorist groups until recently. An Iranian opposition group still classified as a terrorist organization by the US has held a large rally in France calling for more sanctions against Tehran. The National Council of Resistance of Iran is the political wing of the People's Mujahideen group. شبکه جهانی تلویزیون بی بی سی گفت گروه اپوزیسیون ایرانی یک گردهمایی عظیم در فرانسه برگزار کرد و خواستار تحریم‌های بیشتر علیه تهران شد. شورای ملی مقاومت ایران سال گذشته از لیست تروریستی اتحادیه اروپا تلویزیون الجزیره انگلیسی گفت مخالفان ایرانی در پاریس گرد آمدند تا علیه دولت ایران تظاهرات کنند. جمعیت که اساساً شامل هواداران اپوزیسیون ایران بودند خواستار دموکراسی بیشتر و آزادی بیان در تهران شدند. این گرد همایی که بزرگترین در نوع خود بود توسط شورای ملی مقاومت ایران سازمان داده شده بود. And freedom of speech in Tehran. روزنامه نیویورک تایمز با عنوان تظاهرات علیه رژیم ایران در فرانسه نوشت مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران به جمعیت شرکت کننده گفت نه به عمامه فاشیستی، نه به سنگسار، اعدام‌ها و قطع عضو، نه به حجاب اجباری و نه به مذهب اجباری و دولت تحمیلی. خبرگزاری فرانسه وایر فرانسوی در گزارشی از گردهمایی بزرگ ایرانیان در تاورنی گفت نمایندگان اروپایی که از سراسر قاره آمده بودند و همچنین جان بولتان سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل و خوزه ماریا ازنار نخست وزیر پیشین اسپانیا برای شرکت در این گردهمایی حضور یافتند. مشخصه این گردهمایی سخنرانی‌های حمایت‌آمیز سفیر سابق آمریکا در ملل متحد جان بولتان و نخست وزیر سابق اسپانیا خوزه ماریا ازنار بود. مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران طی سخنانی اعلام نمود که نه به فاشیسم عمامه پیچ، نه به سنگسار و اعدام و قطع عضو، نه به حجاب اجباری و به مذهب اجباری و نه به دولت تحمیل شده. مریم رجوی افزود تحریم ها ضروری هستند اما کافی نیستند. مردم ایران می خواهند که این رژیم برود، که مسئولین آن در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند. خبرگزاری فرانسه افزود در مقابل مریم رجوی جنگلی از چترهای بنفش که توسط هواداران شاد وی حمل می شوند قرار دارد که فریاد می زنند آزادی آزادی. این خبرگزاری افزود خوزه ماریا ازنار اعلام کرد من از مبارزه شما برای آزادی و دموکراسی حمایت می کنم. مردم ایران به اندازه کافی رنج کشیدند. آنها خواهان
و شایسته دولت بهتری هستند، دولتی که به مردم احترام بگذارد و آزادی‌های بنیادین را تضمین کند. جان بولتون از جانب خودش از ایالات متحده خواست تا نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست سازمان‌های تروریستی خود، مانند آنچه که اتحادیه اروپا در سال 2009 کرده بود، خارج سازد. تلویزیون صدای آمریکا گفت حامیان شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس تجمع کردند تا نسبت به رژیم ایران اعتراض کنند. تظاهرکنندگان با لباس‌ها و چتر‌های بنفش سخنرانان را تشویق می‌کردند. یکی از تظاهرکنندگان که ساکن جنوب کالیفرنیا است گفت: من آمدم اینجا برای آزادی ایران. من پشت همه جوان‌ها هستم و از آنها 100% حمایت می‌کنم. شاهین آقابادی گفت: این بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج از کشور است و پیامش به جامعه جهانی این است که راه حل مسئله ایران تغییرات دموکراتیک به دست